امید صالحی 20 سال عکاسی میکنه. به عبارت بهتر 20 سال عکس‌های قصه‌گو میگیره. کتاب اخیرش سفر یک عکاس در ایران که به تازگی در انگلستان چاپ شده، حاصل 10 سال کار در گردآوری مجموعه‌ایه که به گفته خودش روایتیه از زندگی ایرانیان. کودکی و نوجوانی من بیشتر با اتفاقات انقلاب و جنگ همراه بود و یادم سالهای آخر دبیرستان ما درس سنگر امتحان میدادیم و چون خیلی بچه درس خونی هم نبودم همش دعا میکردم که این جنگ یه سال دیگه ادامه پیدا کنه من دیپلممو بگیرم. بالاخره من دیپلممو گرفتم و خیلی اتفاقی وارد انجمن سینمای جوان رشته عکاسی شدم. بعد همون سال در مسابقه انجمن سینما جوان شرکت کردم و جایزه نفر اول گرفتم و مجله عکس عکسامو چاپ کرد، در موردش نوشت و من که یه آدم خیلی کمرویی بودم و درس نخونی بودم احساس کردم این برای من یه موفقیته و تا الان که 20 سال از اون تاریخ میگذره فقط عکاسی کردم. قصه محمد تقی، جوان 18 ساله که در اثر انفجار در جنگ ایران و عراق 18 سال در کما بستری بوده، یکی از داستان‌هایی که امید در نخستین سال‌های کاری خودش برای روایت تأثیر جنگ روی جامعه ایران انتخاب می‌کنه. برای نگهداری محمد تقی مجبور بودن هر دو ساعت جاشو عوض کنن و ماساژش بدن که زخم بستر نگیره. جابجا کردن خود محمد تقی خیلی مشکل بود برای پدر و مادرش. یک بار که بیرون از اتاق نشسته بودم و هیچ کس تو اتاق نبود، فکر کردم که برم از نزدیک صورت محمد تقی رو ببینم و وقتی وارد اتاق شدم و داشتم صورتش رو نگاه میکردم، یک لحظه دیدم یه قطره اشک از چشم محمد تقی اومد پایین و همون موقع من دو فریم عکس گرفتم که در واقع جزء عکس پایانی قصه من بود. نوع عکاسی من مستند اجتماعی است و بیشتر از مردم عکس میگیرم. برای همین برام ارتباط برقرار کردن با مردم خیلی مهمه. و چون میخوام یه درک عمیقی از زندگی و تفاوت زندگی ها داشته باشم، یه زمان طولانی برای رسیدن به جنس و بافت زندگی ها برای پروژه‌ام در نظر میگیرم. بعد از این مدتی که باهاشون آشنا میشم و عکاسی میکنم، میشم مثل فامیل خودم، مثل دوست خودم و یه روایتی از تجربه زندگی من با یه گروه از آدمای مختلف. من نزدیک 8 ماه در جای مختلف یه زندگی یک روحانی رو دنبال کردم که اسمش حاج آقا امجد بود. حاج آقا امجد در واقع روزش رو با درس دادن با این روحانیان شروع میکرد. در واقع از نماز صبح با طلبای جوان بود تا آخر شب. وقتی عزاداری میکردن میگفتن که باید بچه‌ها رو از همون کودکی آموزش داد که مراسم روحانی و عزاداری رو یاد بگیرن. تا قبل از این پروژه ما تصویری از زندگی داخلی روحانی نداشتیم. بیشتر اون چیزی که از زندگی روحانی میدیدیم بیرون بود. در واقع همه سعی من این بود که یه زندگی خصوصی تری از اینا رو به نمایش بذارم. پهلوان مادر اولین پروژه جدی من بود که اون سالا جایزه عکاسی مستند اجتماعی رو دریافت کرد و در واقع روایت داستان یه پسر بچه 9 ساله است که پدر مادرش مجبورش میکنن بره تو خیابون حرکات آکروبات انجام بده و پول در بیاره برای خانواده. و این پسر بچه از صبح با برادرش میرفتن تو خیابون و تا شب که برمیگشتن همش مجبور بودن که نمایش بدن جلوی مردم. پدرش که معتاد بود اینو تمرین میداد که حرکات آکروبات انجام بده که بره پول در بیاره و بیاد خرج خانواده رو بده. این پروژه وقتی من انجام دادم پسر بچه 9 سالش بود و 9 سال بعد مجددا من این پسر رو دیدم که یه نوجوان شده بود، ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود
و وقتی رفتم خونهش دیدم دارن همون بچه خودش هم باز تمرین میده که همین شغل رو ادامه بده. قصه گویی امید تنها به انتخاب شخصیت هایی از جامعه و تمرکز روی زندگی اونها ختم نمیشه. پروژه اخیرش یعنی کنترل که به تازگی در قالب کتابی توسط نشر ماهریز در ایران به چاپ رسیده، مجموعه عکس برداری های اون از روی آیفون تصویری طی یک ساله. این تصاویر رفت آمد های شخصیت های مختلف به یک ساختمان رو ثبت یا به قول خودش کنترل کرده. ایده پروژه کنترل رو از لندن گرفتم. حدود 10 سال پیش که یه سفر کرده بودم به لندن، همه جا احساس کردم دوربین هست و دارن کنترل میکنن شهر رو و آدم ها رو، و این احساس خوبی به من نمیداد. هر طرفی که میگشتم احساس کردم یه دوربین داره من رو نگاه میکنه. بعد که برگشتم ایران، این پروژه رو به وسیله یه آیفون تصویری انجام دادم، با این تفکر که کنترل آدم ها باعث میشه انسان ها خلوت خودشون رو از دست بدن و احساس کنن آزادی و خوشبختیشون از دست رفته. خب خیلی سخت بود برای عکاسی از این آیفون، به خاطر اینکه اولا کیفیت خیلی خوبی نداشت، ولی خب از طرفی من میخواستم این کیفیت باعث میشد یه حالت مثل جاسوسی داشت. روایت و قصه‌گویی امید در کتاب اخیرش سفر یک عکاس در ایران سبک و سیاق متفاوتی نسبت به کارهای قبلیش داره. در مورد پروژه قبلیم که در زندگی یک روحانی بود، یک کودک خیابانی یا یک جانباز بود، یک نگاه مستقیم به سوژه داشتم، ولی در طول این کتاب عکس‌هایی گرفتم که خیلی مستند به اون شکل و مستقیمش نیست و برمیگرده به تأثیر محیط روی آدم ها و تأثیر آدم ها روی محیط خودشون. مثلا اینکه چجوری یک راننده کامیون میاد محیط داخلی کامیون و ماشینش رو تزیین میکنه که بتونه تو این زندگی کنه. در بخش استودیوی مشهد، چون میخواستم پورترهای مختلف از ایرانی ها داشته باشم و فکر کردم که به جای اینکه سفر کنم به شهرهای مختلف، خب یه جای واحد اگر بگیرم مثلا مشهد که همه ایرانی‌ها میرن اونجا برای زیارت، من میتونم آدم‌های مختلف رو اونجا عکاسی کنم. و یا در بخش نقاشی دیواری، تاریخ ایران رو از روی نقاشی دیواری‌ها متوجه بشین، تاریخ بعد از انقلاب. این نقاشی دیواری‌ها ابتدا یه حالت تبلیغ برای دولت رو داشت، خیلی مذهبی بوده، در رابطه با جنگ بوده، در رابطه با انقلاب بوده، ولی الان به مرور زمان اون حالت تبلیغاتی خودش رو از دست داده و بیشتر حالت تزیینی به خودش گرفته و برای زیبا کردن شهر به کار میره. در طول همه این سال من همه تلاشم این بوده که یه آرشیو و یک سری عکس‌های مستندی جمع کنم که برای نسل آینده اگر بخوام بدونن که دوره قبلشون چجوری زندگی می‌کردن به این عکس‌ها رجوع کنن، و همه اینا اسنادی هستن برای آیندگان.